Thank <laughs> you. اما دوستان توی جلسه آخر این بخش یعنی بخش کانتنت تیبل رو داریم که میخوایم در مورد جداول صحبت کنیم ببینید دوستان برای جداول یه سری استایل متصب بر در نظر گرفته که خیلی سالم تو ازش استفاده کنیم فرضا این تیبل رو شما در نظر بگیرید خب این تیبل رو اگه من بیام اینجا تو سند اجتمال قرار بدم مرتبش کنم و بیام اینجا بچه ها این کلاس تیبل رو فعلا ورش دارم خب این اگه سیوش کنم بیام این قسمت رفرش کنم این میشه تیبل من که توی قرار درسته برای اینکه همچین تیبل زیبایی داشته باشم بچه ها نیازه که کلاس تیبل رو بهش پاس بدم همین یعنی من اگه این کلاس تیبل رو بهش پاس بدم ببینید چه اتفاق میفته اگه من اینو قرار بدم سیف کنم بیا این قسمت رفرش کنم این استایل خوب میگیره که خط داشته باشه اینجا بردر داشته باشه به همین سادگی و زیبایی برای من این کار رو انجام میده دوستان خیلی راحت با همین یه دونه کلاس تیبل حالا من اگه بخوام تیبلم های مختلف داشته باشم بچه‌ها میتونم بیام از اینجا این رنگایی که وجود داره استفاده کنم توی بوت هشتا 8 تا رنگ اصلی ده یکی پرایمری هست که میشه این آبی رنگه سکندری که میشه این خاکستری رنگه ساکسس که میشه این سبزه دنجر که میشه این قرمزه وارنین که میشه این زرد این ف میشه این آبیه لایت که میشه این خاکستری و این دارک که میشه مشکی این تا رنگ رنگ اصلی هست که توی خیلی جاها ما داریم مثلا بکگراند داریم میشه بیجی پرایمری میشه این بکگراند آبی رنگ یا مثلا تکس پرایمری داره میشه رنگ تکس آبی پس این پرایمری سکندری و این رنگایی که اینجا مشاهده می‌کنید خیلی جاها بوتستراپ ازش استفاده کرد و رنگش میشه این رنگی که اینجا مشاهده می‌کنید حالا من میتونم بیام از تیبل پرایمری هم استفاده کنم بگم رنگش آبی کنه بیا این قسمت بگم تیبل و تیبل پرایمری اگه بگیم چه اتفاقی میفته اینجا کنم. رنگش آبی رنگ شد دقیقا همه این رنگ هایی که اینجا هست و مشابهش رو میبینید وجود داره مثلا دنجر اگه انتخاب کنم اینجا میشه قرمز رنگ سیو کنم بیام اینجا میشه قرمز رنگ به همین سادگی حالا بغیر از اینکه برای تیبل ما رنگ بندی داریم میتونیم برای سطرامون رنگ قرار بدیم یعنی این تیبل پرایمری رو به تی آر بدم یعنی مثلا من اینجا این تیبل دنجره رو ور دارم از اینجا به این تی آر بدم بگم که آقا کلاس و اینجا بگم که آقا تیبل دنجر یا حالا یکی از رنگایی که وجود داره مگه اینجا قرار بدم سیو کنم بیا این قسمت رفرش کنم میبینید که تی آر من قرمز رنگ شد پس برای تی آر میتونم های مختلف رو بذارم درسته از طرفی برای تیدی ها برای سل ها که این تیدی ها میشه میتونم رنگ قرار بدم مثلا بگم آقا پرایمری باشه یه دونه از این تیدی های من مثلا فرزن اینجا به این تیدی که اینجا وجود داره بیام یه دونه کلاس این رنگی بدم خب اگه این کارو کنم بیام قسمت رفرش کنم این یکی آبی رنگ شد پس این رنگ بندی رو میتونم خیلی ساده برای بخش مختلف تیبل هم داشته باشم مورد بعدی بچه ها اینه که کلاس استرابت هم داره این به چه صورته؟ این به این صورته که میاد برا ما یه خط در میون رنگی میکنه فقط کافیه که بگم تیبل استرابت یعنی من اگه اینو کپی کنم بیام اینجا یه دونه از این در واقع کنترل دی بزنم یه دونه ازش کپی کنم بعد بیام اینو کامنتش کنم uh, و بعد از اون هم اینجا جداش کنم خب و بیام این کار بکنم بگم که آقا این تیبل باشه اینا این کلاس ها اینجا معمولی باشه این مواردی که اینجا قرار دادم این اسکوپ این دواقع سلول مربوط به HTML هست میتونید اینا رو وارد چیز مهمی نیست و این تیبلی که من دارم میام اینجا بهش میگم که آقا تیبل استرکت چه اتفاقی میفته اینجا باز که راه راهی بشه نگاه کن اگر رفرش کنم یه صد در میون رنگش خاکستری شد میبینی حالا هر تعداد که اینجا باشه یک صد در خاکستری میکنه خیلی زیبا پس میتونم از این کلاس هم استفاده کنم مورد بعدی بچه ها تیبل دارک هم میتونیم براش این کار رو انجام بدیم اگه من تیبل دارک بذارم خب رنگش مشکی میشه طبیعتا من میام اینجا میگم آقا تیبل داک دقیقا این داک مثل ساکسس و بقیه موارد اگه بیام این کار رو بکنم اینجا رفرش کنم کلا سیاه میشه دیگه حالا میتونه اینجا پرامیر باشه و این رنگ های دیگه میتونم برای این هم در واقع این کلاس رو داشته باشم ببینید این کلاس رو داشته باشم اینجا قرار بدم سیو کنم بیام این قسمت رو فرش کنم میشه یک خط در میون این رنگی میشه چیزی که دقیقا خروجیش اینجا مشاهده میکنید حالا این قضیه میتونم برای ساکسس داشته باشم میتونم برای رنگایی که دارم وارنینگ اینفو و بقیه موارد هم این کارو انجام بدم مورد بعدی هاور هست یعنی زمانی که من روش هاور بکنم بچا میبینید رنگش خاکستری میشه وقتی موسم روش هاور میکنم به چه صورت به این صورت که اینجا میگم تیب تیبل هاور خب یعنی این قسمت که مثلا استراب داشتم یه از همین کپی کنم اینو کامنتش کنم و بیام اینجا پایین تر اینو قرار بدم خب این تیبل من درسته بیام اینجا و بگم که تیبل هاور خب اینو وردارم دارم بگم تیبل هاور سیو کنم بیام این قسمت رفرش میکنم ببینید زمانی که موسم روش میاد هاور میشه و در واقع رنگش عوض میشه این میشه تیبه هاوری که وجود داره مورد بعدی دیگه چی داریم دوستان اگه بیام پایین تر میتونم بیام استراد و هاور رو یکی کنم یعنی به صورت دیفال یکی در میان خاکستری باشه میشه استراد و از طرفی هاور هم باشه یعنی این دوتا رو میکسش کنم و وقتی هم که موسو روش میارم هاور بشه میتونید این کارم انجام بدید مورد بعدی بچه ها اکتیف هست من میتونم کلاس اکتیو رو اعمال کنم کلاس اکتیو که این رنگ اینجا قرار بگیره فرزن ببینید من از همین دوره کپی کنم اینا رو داشته باشین دوستان بعد میام اینجا این کلاس اینجا قرار میدم میگم که فقط تیبل باشه خب که اینجا یه دونه اینم اضافه بود سیوش کنم بیام این قسمت رو کنم این کلاس منه من میتونم بگم آقا این سطر میخوام اکتیوش کنم این سطر مثلا بولد باشه وقتی که جدول میده میتونم از تیبل اکتیو استفاده کنم حالا این تیبل اکتیو رو میتونم توی تی آر داشته باشم میتونم توی تی دی هم داشته باشم یعنی مثلا من اینجا توی تی آر هم بیام و بهش کلاس اکتیو بدم باز چه که خاکستری بشه میتونم توی یکی از تی دی ها این کار بکنم مثلا این هم بیام بهش کلاس تیبل اکتیو بدم اگه بیام این قسمت رفرش کنم که این خاکستری شد و این یکی خاکستری یعنی کلاس اکتیو بهش دارم که مشخص باشه این کارا میتونید انجام بدین مورد بعدی برای دارک هم میتونید این کارو بکنید خب وقتی که من برای تیبل دارک بتونم کلاس اکتیو بزنم طبیعتا برای ساکسس وارنینگ و بقیه موارد هم این روند رو دارم فقط مختص تیبل خالی نیست که این رنگی باشه پس این کارم میتونید دوستان انجام بدید و ازش استفاده کنید اینجا هم که بیایم پایین بچه ها در واقع متقره های رو ها نوشته که خوب کارش نداریم و مورد بعدی تبل بردر هست که برای اینکه حجم ویدیو بچه ها بیشتر نشه اینا تو پارت بعدی قرار میدن و تو پارت بعدی میپردازیم به ادامه موارد که توی تبل وجود داره